سلام دوستان خب در جلسات قبلی ما به این جدول رسیده بودیم و گفتیم که کالاها رو در طی زمان ببینیم چقدر ارزش دلاری داشتن وقتی که وارد می شدن یا وارداتشون مرسی ارزش دلاری چقدر بود اومدیم به ازای هر یه نمودار خطی درست کردیم و گفتیم باید حالا کالاها رو تحلیل کنیم و نگاه کنیم بر اساس تغییراتی که در طی زمان داشتن بررسی کنیم و در واقع فیلترشون کنیم بگیم کدوم ها به نظر مناسب تر میان اما دو تا در واقع سه تا معیار دیگه ای هستش که قبل اینکه ما بخوایم بیایم اینا رو دونه دونه بررسی بکنیم میتونن کمکمون کنن در حال حاضر ما 116 تا کالا داریم که میتونیم پیشنهاد بدیم واسه سرمایه گذاری ولی باز میخوایم اینو محدودتر بکنیم و به یه تعداد کمتری برسیم که معقول باشه واسه اینکه بریم بیشتر تحقیقات روش انجام بدیم 116 تا کالا نیروی انسانی زیادی میخواد که تحقیقات بیشتری روشون انجام بدن خب یکی از این معیارها معیارهای مکانی بود که در جلسه قبل صحبت کردیم به نام میانگین که اگر بخوایم میانگینه مثلا در واردات این کالا رو در طی زمان بگیریم میتونیم از فرمول اوریج استفاده کنیم توی اکسل اگه اوریج رو بزنیم اینجا اوریج هایی که وجود داره رو واسه ما میاره ما اوریج ساده حسابی رو میخوایم بگیریم گفتیم که ما میانگین هندسی و میانگین هارمونیک هم داریم اینجا در واقع رشد رو هم میخوایم به اندازه که رو کنیم و شاید میانگین هندسی مناسب تر باشه اما چون میزان رشد یه مقدار نوسانات زیادی توی هر کدوم از اینا داره همون میانگین عادی رو میگیریم ما خب میانگین حسابی میگیریم اینجا دبل کلیک کنیم نمیاد پایین کنترل سی رو میزنم شیفت رو میگیرم تا پایین تا جای 116 چون اگه کنترل شیفت پایین رو بزنم خیلی میره پایین با شیفت دونه دونه میام و کنترل وی میزنم که اینجا میاد پیست میکنه میانگین رو فرمول رو و میانگین رو حساب میکنه خب بعدش هم استاندارد ببخشید انحراف معیار رو میخوایم در اندازه گیری کنیم که با std میتونیم نشون بدیم استاندارد دیوییشن که فرمولش هم دقیقا همون STD هستش اگر STD رو بزنیم میبینیم بازم فرموله مختلفی رو باسه ما میاره که استاندارد انحراف میار جمعیت هستش این N بزرگ یادتون باشه و انحراف میار سمپل من سمپل رو انتخاب میکنم بخاطر خاطر اینکه میدونیم بیشتر از این پنج سال وجود داره و اینا در واقع نمونه ای هستش از روند واردات این کالا تایم انحراف معیار استاندارد بزنم اینجا چون ستون بغلیش پر شده دیگه میتونم این دابل کلیک رو بزنم و بیاد پایین میبینیم بعضی جاها وقتی که یه دونه عدد داشته باشه در واقع بی نهایت داره نشون میده یعنی تعریف نشده رو داره واسه ما برمیگردونه به خاطر اینکه واسه یه دونه عدد نمیتونیم انحراف میار داشته باشیم خب اینم از انحراف میار حالا یه مقدار من این رو فرمتش رو به دلار میکنم گفتیم انحراف معیار هم ارز با همون میانگین هستش بخاطر همون دلار هست در واقع معیارش و واسه رو هم دلار قرار میدم خب اینجا ما یه کاری میتونیم بکنیم از کاندیشنال فرماتینگ استفاده کنیم واسه اینکه اونایی که ده درصد برتر یا بالای میانگین هر چیزی که بالاتر هست تاپ تن رو اگر خواستیم مشخص کنیم و در واقع بگیم چه کالاهایی بودن که بیشترین میانگین واردات رو توی این پنج سال داشتن پس من توی قسمت کاندیشنر فرمتینگ هایلایت گریتر دن رو انتخاب می کنم ببخشید توی کاندیشنر فرمتینگ تاپ اند باتم رولز رو انتخاب میکنم میتونم 10 تا آیتم رو انتخاب کنم یا تاپ 10 پرسنت تاپ 10 پرسنت رو انتخاب کنم اینجا میخوام ببینم کدوم از کالاها ده درصد برتر من رو تشکیل میدادن خب اینجا با رنگ سبز من میام نشونش میدم به جای قرمز که بدونم بزرگترین هستش و میخوام اونایی که کمترین میانگین رو هم دارن مشخص بشه یعنی باتم 10% که این رو با قرمز نشون میدم واسه انحراف میارم همینطور من میام تاپ 10% اونم با رنگ سبز البته اینجا سبز توی انحراف میار در واقع نادرسته که بگیم خوبه چون ما رنگ سبز و رنگ شادی هم هستش رنگ مثبت در نظر میگیریم انحراف میار هرچی بزرگتر باشه اتفاقا زیاد خوب نیست پراکندگی و کمتر باشه که قابلیت اطمینان بیشتری روش داشته باشیم حالا با رنگ سبزشون نشون میدم که یادمون نره مثلا بزرگا رو سبز نشون دادیم کمترین ها رو با قرمز داریم نشون میدیم اینم انحراف میار خب میبینیم اینجا وقتی که میانگین زیادی داره انحراف معیار زیادی هم داره اما هنوز زود من رو این دوتا بخوام تحلیل بکنم باید بر اساس کل موارد بیام این رو تحلیل بکنم فقط باسه اینکه بهتر بتونم تحلیل بکنم اینا رو رنگمندی کردم یه معیار دیگه شیب هستش که من اینجا نگفتم اه یعنی اه توی آمار توصیفی در واقع درست نیست شیب خط رو بیایم بگیم و شیب خط در واقع از رگرسیون استفاده میکنه که ما تو دوره رگرسیون حتما به اون صحبت خواهیم کردش چی کار در واقع میکنه میاد این نقاط رو میبینین میگه آقا این شبیه خطه میبینین البته این خطش در واقع به صورت نزولیه یعنی از اینجا میگیره اینطوری اومده پایین خب یا این به این صورت هستش البته اگه یادتون باشه این راست چین چپ چینش رو من باید درست کنم این در واقع از اینجا صفر میاد بالا از چپ داره خونده میشه بهتره راستش کنیم و اینجا این دوباره شیب خط ما هستش شیب خط ما به این صورت هستش اینا به یه خط تبدیل میکنه نگاه نمیکنه دقیقا روی این بندازه ناکنید دقیقا روی این نمیندازه یا روی این دوتا خب میاد برآوردی از کل اینا رو در نظر میگیره و یه خطی رو که بهترین انتباق یعنی بیشترین نزدیک رو با همه این نقاط دارن رو پیشنهاد میکنه و ما شیب این خط پیشنهاد شده رو میخوایم که آ نشون داده میشه به این حرکت میگن حالا رگرسیون که خطی رو بهش برازش میکنن حالا با مفهوم رگرسیون زیاد ما کاری نداریم ولی اون شیب خط به ما نشون میده که داره سود میکنه یا نزول میکنه یا میزان سودش یه جوره چقدر هستش و مفید میتونه باشه واسه ما و اینجا ما میتونیم از یه فرمول اسلوپ توی اکسل استفاده کنیم که میگه آقا ایگرگ های مشخص شدت رو بده بذارید من اینم یکم توضیح بدم قبل اینکه فرمولش رو بنویسیم ناکنین وقتی که داره این برآورد رو میکنه این در طی زمان هستش دیگه یعنی مثلا سال 1395 94 الا غیره خب گفتیم که یه محور ما زمانه یه محور ما دلاره ما داریم دلار رو نسبت به زمان میکشیم اینجا زمان خودش یک متغیره دلار هم خودش یک متغیر اگه اینو x1 بذارم این میتونه مثلا باشه x2 متغیر x2 مشاهده نیستا حالا اینو x بذارم اینو میتونم بذارم y درسته من کاری که میخوام بکنم میخوام بهترین خط رو بر این برازش کنم بر اساس در واقع x هامون یعنی من میخوام یه معادله خطی برای y هم تعیین کنم ارزش دلاریم رو به دست از طریق گذر زمان که میگم معادله خط میشه ax b یه ذریبی داره اسلوپ من هستش و یه عدد ثابت همه معادلات خط روی این ست رو کنند و من این آه رو میخوام به دست بیارم اینجا پس بعد به اکسل ایگرگ ها و ایکس هایی که در حال حاضر دارم اینا ایگرگ های من هستن و اینا ایکس های من هستن بهشون بدم بگم این بر اساس این ایکس ها و بر اساس این ایگرگ ها معادل خط من رو پیش بینی کن برازش کن خب پس اینجا تو این فرمول هم ما داریم همین کار رو انجام میدیم میگیم مساوی خب بعد میگه ایگریک های شناخته شدت کدوم که ایناست میگه ایکس های شناخته شدت کدوم است ایناست فقط تو اینجا یه مشکلی الان ما داریم این هم این هستش که تو اینجا من ایکس هم الان به صورت مت تعریف شده خب و این الان نمیفهمه فرمول که آقا این 1395 یک ساله و یک عدد میتونه باشه خب پس من میام اینجا یه ستون یه 1395 تا 1390 تا 95 رو جدا میزنم خب که به صورت عدد داشته باشم اینجا نگم ارزش داره سال هست و سال 1395 اگر من اینجا یه سری مد داشتم مثلا رنگ قرمز، سبز، صورتی هر چیزی اینو میخواستم پیش بینی کنم چی؟ باید به اون هم یه سری عدد در واقع تخصیص بدیم خب و تبدیلشون به عدد که بتونیم از این فرمول استفاده کنیم پس من میام این ایکس رو پاک میکنم میام اینا رو نگه میگیرم خب و الان شیب خط من رو به دست آورده و این شیب خط رو من میتونم اینجا صورت نامبر بدون اشار نشونش بدم که با سپریتور هم میخواستم نشون بدم که بهتر دیده بشه خب میبینی شیب زیادی رو داره حالا من این شیب رو میخوام بزنم بره پایین اما درست نیستش به خاطر اینکه این ستون من باید ثابت این سطر من باید ثابت باشه و هر دفعه میبینیم M3 تا R3 M4 R4 این نباید تحرک کنم و همیشه باید M1 R1 باشه به خاطر این من دلار میزنم اینجا F4 رو میزنم که پشت اینا دلار قرار گرفته بشه و ثابت بمونن که وقتی میزنم میاد پایین 1 R1 همیشه بمونه خب اینم شیب من میبینیم بعضی جاها منفی شده، بعضی جاها وجود نداره مخصوصا وقتی که انحراف معیار نیستش و بعضی جا خیلی منفی شده. خب چی کار میتونیم بکنیم و از این چه استفاده میتونیم بکنیم؟ یکی از استفادهش اینه که اونایی که منفی هستن یعنی روند نزولی داشتن یعنی زیاد مناسب ما نیستن. درسته؟ الان اینجا یه تحلیل کوچولو بکنیم با هم دیگه. خب این الان شیب مثبتی رو داشته پس رفته بالا من یادم رفت اینو باز چپچین راست از راست بکنم که مطابق با کوچیک به بزرگ سال 90 باشه بیاین این قسمت رو سلیک کنین بعد بیاین تو قسمت دیزاین بعد بیاین توی قسمت آیکس بعد پلات دیتا رایت تو لفت اینطوری برعکس میکنه خب اینطوری بهتر یعنی الان این طرف من 1390 این طرف 95 و شیب خط اینطوری رفته بالا ناکنیم باسه اینم دو تا نقطه داشته تونسته هم انراف میار حساب کنه هم شیبش شو و گفته شیب زیادی داشته اینجا هیچی وجود نداره خب پس ما این که شیبش رو به بالا هست و رشد هست رو دوست داریم اما اینی که شیبه به پایین داره رو نه نه دوست دوست نداریم خب اینجا هم منفیه تازه یه رشدی داشته ولی منفیه در کل پس من منفی ها رو نمیخوام اصلا بدون اینکه برم تحلیل بیشتری بکنم میگم آقا منفی ها رو من نمیخوام اونایی که میدونم از سال 90 تا سال 95 کاهشی بوده و احتمالا رو به کاهش و داره نیازش داخل کشور برآورده میشه و نیازی نیست من برم الان تولید کنم شاید بعدا اصلا دیگر نیازی بهش نداشته باشم پس میام یه فیلتر میذارم اینجا میگم اونهایی که منفی هستن رو فیلتر کن درسته میام اونایی که لستن زیرو هستن رو فیلتر میکنم خب الان اینا منفی این منفی ها رو در واقع من نمیخوام من چون میخوام بعد از این قضیه بیام اینا رو تحلیل کنم اینا رو قرمز میکنم رنگشون رو خب میام اینجا اه ببینید چون فیلتر کردم ممکنه وسطی آرم بگیره اونایی که معلوم نیستنم بگیره و قرمز کنه من کنترل جی رو میزنم اسپشیال و از اینجا میام فقط اونایی که ویزیبل هستن قابل مشاهده هستن رو میزنم اینطوری میتونم فقط این سلول ها رو انا سلک کرد مطمئنم دیگه که این سلول هایی که الان مش قابل مشاهده هستن رو داره سلک میکنم و اونا رو من قرمز میکنم خب اینا قرمز شد اینا از فیلتر در میارم حالا توی اینجا ما یه کار دیگه باید بکنیم ببینید من دوباره این رو روی قرمزایی که کرده بودم فیلتر کنم اینجا ببینید چند تا کالا رو داریم دور میریزیم ما تقریبا 46 تا کالا رو جدا کردیم از 116 تا کالا در حال حاضر حالا کار بعدی ما چی هستش کار بعدی ما این هستش که اون کالایی که مونده نوفیل هستن رو جدا میکنم و بیام تک تک دیگه بررسی کنم بیام اینجا بگم آقا ماشین های بافتنی بافندگی تار و پود روندش رو نگاه کن بذارین یه قبل اینکه این کار رو هم انجام بدم اون تاپ 10% پرسنت این رو هم رنگی کنم خب این هم سبز میکنم که بدونم کدوم ها هستن یعنی این چقدر با بیشترین ها فاصله داره میبینید زیادم فاصله نداره این یعنی هم خودش شیبش زیاد بوده حالا توی اینجا من میام اینا رو دونه دونه بررسی میکنم میگم ناکن این اومده پایین سال 90 رشد بد داشته باز دوباره رو به کاهش اومده درسته رشد خوبی داشته ماشین های بافندگی هم بوده ولی زیاد جالب نیست به خاطر این نوسانی که اینجا داشته بعدا هم میترسم نوسان پیدا کنه و تو نوسان ها زیاد باسه مثلا اینکه با قطیت بگیم آقا این کال... کال... خوبی هسته شاید مناسب نباشه پس این به نظر من غیرمزم. اپراتور مخصوص تهویه مطبوع هوا دیتایی وجود نداشته از سال 94 ما واردات این رو شروع کردیم تو سال 95 حجمش زیاد شد این یه کال جدیدی هستش که داره وارد میشه و نیاز جدید داره نشون میده به ما تهویه مطبوع وسایل نقلیه پس اینو من نباید قرمز کنم اینو باید بیشتر تحلیل بکنم این رو قرمز میکنم اما این رو بیشتر باید تحلیل کنم میان بعدی سایر اشیاء حدید نشده از چودن و فولاد اینم به همین صورت من این کالایی که جدید هست و نمیتونم حرفی در مخصوصا این یکی که الان اینقدر زیاد اومده قطعات منفصل جهت تولید اتومبیل اینا رو نباید قرمز کنیم اینا رو بهتره بعدا بیشتر تحلیل کنیم روشون خب بریم بعدی اینجا توی این یکی بذارین دیگه عکس نگیرم توی این یکی من میبینم صعود داشتم ولی یهو نزول پیدا کرده این نزولش داره نشون میده تو ساله بعدم امکان داره که نزول پیدا کنه پس این هم جالب نیست میریم بعدی سایر مجموع سیم برای وسایل این هم نوسانات زیادی داره این رو هم چیز جالبی به نظر نمیاد که بریم سمتش به خاطر اول افزایش زیادی که داشته بعد کاهش سنگینی که داشته بعد افزایش کم کمی که پیدا کرده پس این رو هم من من به شخصی پیشنهاد نمیدم این تحلیل ما هستش که داریم انجام میدیم شاید یه شخص دیگه یه جور دیگه تحلیل بتونه بکنه خب برای این کالا چطور؟ این کالا نوسان داره خیلی هم نوسانش زیاده انحراف میارش هم بالا بوده میبینین قرمه بخشید انحراف میارش پایینه البته ولی نوسان زیاده داره کالا نوسانی پیشنهاد خوب نیست شمهای جرق زن این نوسانش کمتره می‌بینیم بیشتر حالت صعود داشته ولی باز هم به عنوان این نوسانش من ردش میکنم ماشین های شستن این اصلا باید رد بشه بخواهد یه دونه سعود داشته بقیهش همه کف بوده پس همینجا باید ردش کنیم این سایر شیرها و وسایل همانند برای لوله دیگ این درسته که نزول داشته اوایل ولی دوباره روند سعودی خوبی رو پیدا کرده و نمیتونیم این ردش کنیم درسته که زیادم قبولش نمیتونیم بکنیم ولی ردش هم اونطوری نمیتونیم بکنیم. پس کنیم پس ولش میکنیم میریم پکیج دو منظوره پکیج دو منظوری که سعود بوده جدیدم هستش پس نگرش میداریم قطعات منفصله اینم هم همینطور سایر ماشینالات اینو نه این سودی که داشته نزول آخرش خرابش کرد با اینکه همش هم مثبت بوده حجم زیادی و وارد کرد انحراف معیارش هم بالا بود البته شیب خیلی خوبی هم داشته ولی این آخریه خرابش کرده و بهتره که به سمتش نریم مخصوصا اینکه ماشینالات هم خودش یه سرمایه گذاری سنگینی رو میخوادش تو تونه تنباکو که اصلا قوانینش نمیذاره هیچی قوطی بدون درز آلمینیومی این هم نوسان داشته ولی ولی کنی اگه این یه دونه رو در نظر نگیریم البته دوتاش نوسان داشته باید قرمزش کنیم ولی یه چیزی از جامعه همون میدونیم اینکه خود قوتی ها و درهای قوتی زیاد استفاده میشن و تولید داخلش شاید خوب باشه خیلی حذفش نمیکنیم ناکنه تحلیل که داریم میکنیم چون ذهنی داریم تحلیل میکنیم باید سعی کنیم اکثر موارد رو در نظر بگیریم خب این چطور این نوسان زیادی داره بالا برها و نقاله ها دستگاه های خود هم سخته پس اینو قرمز میکنیم بخاطر نوسانش هم نگاه نمی کنیم دیگه بیشتر اجزا و قطعات دستگاه های گرمازای سنتی این نزول بعدیش یعنی دو تا سال نزول داشته و سودش هم زیاد جالب نبوده درسته که سود پشت همی داشته ولی این نزولش نشون میده که بعدا کاهش بیشتری خواهد پیدا شاید اینجا یکی اومده اینو تولید کرده که اینقدر کاهش پیدا کرده داخلی تونستیم تولید کنیم خب توربین های بخار این سعودیه اینو نمیتونیم کارش کنیم این کلا سعودیه بعد همینطور درست سخته اصلا ساخت توربین خیلی سخته ولی حذفش هم نکنیم تا بعدا اطلاعات بیشتری رو بتونیم از مدیریت بگیریم تراکتور کلا نمیتونیم تولید بکنیم بریم یه کارخونه ماشین بزنیم اینو باید حذفش کنیم بر اساس اینکه میدونیم آقا نمیخوایم نمیتونیم بریم تراکتور تولید کنیم ولی باز اینم نگه میداریم این حالت سهمی داره اینم زیاد خوب جالب نیست این نزولی که داشته و حالا یه ذره کاهش داشته بعید نیست دوباره بیاد پایین و بالا برها هم تولیدشون سخته مثل همون تراکتور ولی تراکتور چون سود خیلی خوبی داشته حذفش نکردیم پارچه این نوسان بدی داشته نگاشم نمی‌کنیم قرمز اجزا و قطعات چیلر های جذبی این هم نمودار جالبی نداره یه سود داشته بعد همینطور اومده تو یه روند ثابت کاهشی گیر کرده این هم جالب نیستش دستگاه الکترومیک این هم نوسان داره میبینید کاهش افزایش کاهش افزایش نمیشه روش اعتماد کرد قطعات منفصله جهت تولید اتومبیل این از اون چیزای جدیده که باید بیشتر بریم نگاش کنیم تو اینجا ما دو داشتیم قطعات رو منفصله نوعشون یه ذره فرق خب این هم نوسانیه جالبی نیستش من میخوام به یه کاله من اینو قبلا همشون رو جدا کردم دوستان الان وقتی هم نمیگیره از ما حدودا 5 دقیقه اگه با هم صحبت کنیم تموم میشه اه به خاطر همین بهتری که من یه پست کنم میخواید بعدش رو اعلام کنم نتیجه رو بذار این دوتا رو با هم ببینیم این تناوبی بوده اینو میفرستیم بره هیچی نمیخوایم دستگاه محت... م... تحویه مطبوع دو تیچه. این کالا جالبی درسته یه کاهش داشته ولی سود خیلی خوبی داره پیدا میکنه یه کاهش کوچیک داشته ولی صد درصد من میدونم سال بعد میره بالا بخاطر چی بخاطر آلو دیگه هوایی که داریم و یکی از کالاهایی است که به نظر من الان تولیدش توی کشور مقوم به صرف است و خوبه که بریم در موردش امکان سنجی بکنیم اوتو پرس این هم نمیتونیم هست کنیم و سود خوبی رو داره انجام میده اوتو پرس از نوع خانگی خب بقیه رو من از فایل خودم میارم رنگ بندی هایی که داشتم و, و اونایی که قرمز هست و شما هم خودتون بر اساس همین تحلیل ها انجام بدین من یه دقیقه پاوز میکنم میرم اینا رو میارم و شما هم تحلیلات رو انجام بدیم بعدش که قرمز کردیم ادامهش رو با هم ببینیم خیلی خوب دوستان من اینا رو اووردم الان کالاهایی که باید حذفشن رو قرمز کردیم یه سری هم که از قبل قرمز کرده بودیم بر اساس شیبشون و الان دوباره میخوایم فیلتر کنیم روی کالاهایی که نوفیل هستن و در واقع پیشنهاد میتونیم بکنیم برای تولیدشون خب من اینا رو دوباره به یه جدول دیگه میبرم توی شیت دیگه به نام کالاهای های پتانسیل تولید خب این کالاها الان از لحاظ آماری دیگه پتانسیل تولید دارند در واقع ما نیاز داریم که بررسی بیشتری رو روش انجام بدیم ببینید من اینجا ببینید من هنوز نمیرم این تعداد کالا رو چند تا سلام 36 تا کالا است من نمیرم 36 تا کالا رو به مدیرم پیشنهاد بدم 36 تا کالا هنوز زیاده 10 تا کالا تقریبا 5 الا 10 تا کالا تازه ما چه کاری دیگه ای باید انجام بدیم اولا که به جای اینکه من بیام اینجا همه اینا رو بیارم توی چیز از یه دونه دیتا استفاده دیتایی که خلاصه میکنه این اعداد ارزش های دلاری توی سال میانگین واردات در پنج سال در میشه خب که مساوی average ریج بگیریم خب اینا رو دیگه میتونیم پاک کنیم البته این که مثلا 5 سال یه چیز دیگه که باسه ما میتونه اهمیت داشته باشه و میخوام نگرش دارم تعداد سالهایی که واردات داشتیم خب یعنی اینجا یه ستون دیگه هم میذارم که اینم داشته باشیم تعداد سالهای که واردات داشت اینطوری می خب میتونم کانت کنم روی این سطر از سال 94 تا 95 از سال 90 تا 95 که اینجا تعداد سالهای پشت سر هم وارد شده هم داره به من نشون میده خب بعد این فرمولا رو هم باید بگیرم سیو از ولیو کنم که فرمولاش نمونه چون اونا رو میخوام دلیت کنم خب اینا رو هم دلیت میکنم اینجا خب دوستان تا الان ما تونستیم به 36 تا کالا برسیم که این کالاها ارزش واردات داشتن یعنی بخش پتانسیل تولید داخل رو دارن و ما میتونیم پیشنهاد کنیم بگیم آقا در مورد اینا باید بیشتر جستجو بشه و فکر بشه حالا چطور باید این فکر رو جستجو رو کنیم ببینید این برمیگرده یه مقدار به تصمیم گیره چند میاره روشی که اینجا میخوایم انجام بدیم اما من این روش رو نمیگم کامل یه تیکه فقط ناقص کوچیک میگم که خودتون بدونین چه کاری رو انجام میدیم و بعد بیایم و توی دوره ای که بعدا در مورد تصمیم گیری چند میاره داریم میتونیم از این روش ها استفاده کنیم اما من کدودا توضیح میدم که ناقص نمونه کارمون در واقع همین الان ما 5000 تا دیتا رو به 36 تا دو دونه تبدیل کردیم و این خیلی خوبه حالا این 36 تا هم میخوایم باز دوباره به 10 تا تبدیل کنیم که میان چیکار میکنیم میایم ما معیارهای مختلفی واسش تعریف میکنیم مثلا با بودجه میزان همخوانی با بودجه ما بعد از مدیرون بپرسیم چقدر بودجه داریم میزان همخانی با برنامه راهبردی هیئت مدیره مثلا ما به ازای هر کدوم از این عدد باید وارد بکنیم پس من یک سری میار اینجا تعریف میکنم من اینجا یه سری معیار تعریف میکنم میگم مثلا این از بین صفر تا یک یا از بین یک تا ده چه عددی میتونه بگیره مثلا این الان اپراتور مخصوص تحویه هوا فرض میکنیم باید یه مقدار تحقیق بکنیم چقدر سرمایه میخواد حدودا مثلا میگیم آقا یک میلیارد تومان بعد مطابقت داره مثلا بین ده تا یک تا ده مثلا نمره نه رو میدم بر اساس مطابقت این کالا با سرمایهش حالا جزء برنامه های راهبردی هیئت مدیره است اصلا هیئت مدیره میخواد بیاد تو کار تولید تهویه مطبوع هوا بر اساس مثلا پرسشنامه که ازش داریم و یا بر اساس برنامه استراتژیکی که توی چشم وجود داره توی مثلا سند راهبردیمون وجود داره میایم میگیم مثلا به اینم هفت میدم و هر کدوم از اینا یه سری عدد میدم خب این عددا رو باید اینجا با از همه این 36 تا تکمیل کنیم یه سری میارهای دیگر میتونیم اینجا بذاریم و بعد بر اساس این میارها الان میتونیم میانگین مثلا یکی از راه کاراش اینه که میانگین بگیریم اینجا یه میانگین اینا رو میذاریم خب این میانگین رو که گذاشتیم ده تا ماکسیموم رو انتخاب میکنیم میگیم آقا این پیشنهاد ماست این بین این 36 تا هم این ده تا پیشنهاد ما هستش و اونا رو ارائه میدیم واسه اینکه برن دنبالش امکان سنجی بکنم طرح کسب و کار بنویسن و غیره خب دوستان تا الان ما از آمار توصیفی استفاده کردیم در واقع ما تو این دوره سعی کردیم آمار توصیفی توصیفی رو درس بدیم توی اکثر دورای آماری مثلا توی دانشگاه و کتاب هایی که من خونده بودم زیاد نیمدم واقعا این رو بست بدن و من خواستم این رو کامل باستون تشریح بکنم به خاطر به خاطر اینکه در کسب و کار توی حالا کار پژوهشی تو خیلی از جاها ما اول باید بتونیم داده هامون رو تفسیر بکنیم توصیف بکنیم این یکی از مهمترین کارهای تجزیه تحلیل داده هاست و افرادی که تو این زمینه قوی هستن و قوی میشن خیلی کمک میتونن به سازمانشون بکنن بخاطر اینکه دیتا ها رو میتونن ببینن توصیفشون بکنن تحلیلشون بکنن خلاصهشون بکنن نتیجه گیری بکنن ازشون و اصلا علم آمار در واقع و علم تجزیه تحلیل داده ها هدفش همینه و تو این دوره ما تونستیم نمودارهای مختلف رو ببینیم معیارهای مختلف رو شناسایی کنیم و از اونا استفاده بکنیم و امیدوارم واقعا باستون مفید واقع شده باشه و بتونین از این قضیه استفاده کنیم. همچنین از اکسل که نرم افزار بسیار خوبی هستش واسه توصیف داده ها و تجزیه تحلیل باش بیشتر آشنا شده باشین و بتونین استفاده کنین تو دوره بعدی حالا تو دورهای بعدی آمار همراه ما باشید من سعی میکنم دوره ها رو بر اساس بیشترین مطابقت جدا کنم حالا یا میریم احتمالات رو با هم یه مقدار کار میکنیم یا میریم مستقیم در واقع تخمین نقطه ای و تخمین فاصله ای رو ممنون از توجهی که داشتیم و همراه من بودیم تو این دوره خدا نگهدارتون باشه